با درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا با من رضا هوشمند کارشناس مسائل مالیاتی و مالی با یکی دیگر از برنامه های گفتار هفته در خدمتون هستم برنامه ای که به این شماره اختصاص دادیم بررسی تغییرات نرخ ارز در ایران و معادل اون با دلارهای شناخته شده بین المللی و اثرات اون بر تصمیم گیری های مالیاتی و اقتصادی خانواده ها در کانادا است. بسیاری از دوستان سوال میکنن که ما با تجربه این تغییرات نرخ ارز آیا دارایی های ایرانمون رو صلاح هست که تبدیل کنیم باز بیاریم و اینجا همون طبق توصیه قبلی مثلا به اقدام به خرید ملک یا مسکن و اینها بکنیم یا خیر با تجربه این تغییرات نرخ ارز اگر امروز تبدیل کنیم بهتر است یا چند وقت دیگر تبدیل کنیم و این رو انتقال بدیم در پاسخ به این دوستان میشه این مسئله رو گفت که در ابتدایی این مسئله یه خیلی شخصی است هر کسی مجموعه دارایی ها و درآمدها و بدهی های خودش رو خیلی بهتر از دیگران میدونه و میتونه این تصمیم رو بگیره اما تجربه 23-4 ساله گذشته خود من از داخل کانادا این استش که ما هیچگاه اگر نرخ اگر دارایی هامون تو ایران به شکل حتی ملک بوده باشه که ارزشش رو در مقابل تغییرات نرخ ارز خوب حفظ میکنه نسبتاً باز اگر به مراجعه کنیم به سابق تاریخیمون نگاه میکنیم که هیچگاه به دلیل اون که ملک و مسکن یه دارایی سنگینی هست دارایی مقول معروف سرمایهی محسوب میشه و نه دارایی که قابلیت تبدیل به پول رو به سرعت داره مثل ارز مثل سکه مثل پول پول نقد به همین دلیل ارزشش رو حفظ نمیکنه در دراز مدت نسبت به ارزهای با ثبات و شناخته شده جهانی و اگر چنانچه شما زودتر این رو تبدیل کنید در شرایطی که نرخ ارز داره نرخ ارز محلی و داخلی یعنی ریال داره سقوط میکنه توصیه این که زودتر این کار انجام بشه خب این خیلی بهتره به طور مثال اگر دوستانی که پارسال یه ملکی داشتن و تبدیل میکردن با دلار کانادای 2700 تومن تقریبا یا 3000 خورده ای کانادا امریکا تبدیل میکردن امسال مجبورن با نرخای امروزی که حدود 15000 تومن 14000 خورده ای امریکا و حدود هزار تومن کانادا هستش تبدیل کنن و این نشان از این داره که خب یه بخش زیادی از این ثروت داره بر اثر تغییرات نرخ ارز آب میشه اقدام درست شاید این باشه که برای کسانی که این امتیاز رو دارن که با دو تا اقتصاد متفاوت مثل اقتصاد ایران و اقتصاد کانادا کار کنن این است که در شرایطی که ریسک یکی از این اقتصادها بسیار زیاده اموال و دارایی هاشون رو بتونن منتقل کنن به جایی که ریسک کمتری داره که هم ارزشش حفظ شه هم بتونه اون سرمایه گذاری لازم رو که بتونه توی ملک و مسکن یا توی سایر قسمت های دیگه توی کانادا رو انجام بده هم کسب درآمد از اون محل باشه هم بتونه ارزش اون دارایی ها رو تا حد مقدور حفظ کنه بخشی از این دارایی ها اگر چنانچه دیرتر از این اقدام بشه ممکنه به ضد خودش تبدیل شه و هم آدم تو کشور مبدع این اموال رو از دست بده هم تو کشور مقصد نتونه اون رو تبدیل به ملکی یا تبدیل به دارایی که ارزش مناسبی داشته باشه و در شعن اون خانواده باشه رو تبدیل کنه پس برای اقدام زودتر خیلی ضروری است در برنامه گذشته ما اکثرا توصیه به دوستان کردیم که یکی از بهترین کارها و موفقیت کارهای هر مهاجری این است که دسترسی به پول ارزون سیستم بانکی کانادا که یکی از ارزونترین پولهای جهان هست رو داشته باشن و برنامهشون قرار بدن و به طبع اون خب مالیات بهتری رو گزارش بدن دارایی های خارج از کاناداشون رو گزارش بدن که بتونن خودشون واجد شرایط بکنن برای گرفتن وام های ارزون و دسترسی به این پول ارزون که یکی از امتیازات بزرگ اقتصادی است الان چنان من توصیه خیلی قوی دارم که دوستانی که میخوان این کارو بکنن حتما از مشاوره کارشناسان آگاه که نسبت به اقتصاد دو طرف شناخت نسبی دارن و میتونن راهنمایی بهتری کنن خودشون رو کنند کنن در ثانی خواهش من این استش که توجه به این نکته داشته باشن که یعنی این فقط ارز نیست که در یه مقطعی تغییر میکنه اگر ب... به طور مثال من بگم خانواده بوده که داشته پولش رو از ایران می و اینجا وام مثلا 5 هزار دلاری رو با دلاری که حالا هر موقع نرخ روزش هر چقدر بوده اینجا پرداخت میکرده به مرور زمان این با کاهش نرخ ارز اولا این ارزش اون دلار کاهش پیدا میکنه و اون چیزی که میتونه بیاره مجبور با تومن بیشتری همون پول رو تامین کنه اینجا در ثانی بزرگترین اثرش این که شرایط اقتصادی که بر اثر اون تغییرات شگرف نرخ ارز به وجود میاد اون درآمدهایی رو هم که شخص تو ایران داشته رو هم به وجود نخواهد آورد بنابراین توصیه امروز من این استش که بسیاری از کسانی که میان مثلا بعضی از دوستان میپرسند ما میتونیم حدود مثلا 500 هزار دلار 700 هزار دلار یه میلیون دلار اینجا پول بیاریم از تبدیل دارایی هامون در ایران آیا این عاقلانه است که ما بیایم اینجا اینو فقط پول پیش بذاریم و مثلا یه ملکی رو تهیه کنیم بحث این هستش که اگر چنین کاری رو انجام بدید اون درآمدی که قرار بود اون مبلغ وام رو باز پرداخت بکنه وقتی به وجود نیاد و به خطر بیفته ملک شما نه تنها به خطر میفته حتی اون پول پیشی هم که گذاشتید ممکنه به خطر بیفته بنابراین در شرایط جدید اقتصادی توصیه قوی من این هستش که دوستان تا جایی که میتونن برخلاف گفته های قبلی کمتر سراغ سیستم بانکی برن یا اگر میرن به اندازه‌ای برن که خیلی محاسبه شده باشه به طور مثال اگر شما بتونید با یه پول فرض کنید پیش تو همون شرایط پنج سال اول باشید با یه پول پیش سی و درصدی بخواید یه ملکی رو بخرید اگر این پول پیش شما 500 هزار دلار هست اینجا اگر بیاید یه ملک مثلا بخواید یه آپارتمان 500 هزار دلاری بخرید خب ریسکتون خیلی کمه ولی و بیشتر فقط باید نگران تهیه مخارج زندگی در اینجا باشید اما اگر بیاید رو این 500 هزار دلار یه وام بیشتری رو هم بگیرید و ملکی رو بگیرید که خودش مثلا یه کمک به بازپرداخت اجاره داشته باشه یه مرگج هلپر به قول اینجا داشته باشه و بتونید یه بخشی از درآمد اجاره که از اونجا از اون محل از اون مثلا زیر زمین اینها به دست میارید بتونه خودش بازپرداخت کنه یه بخشی از وام رو خود این میتونه کمک کنه به اینکه شرایط سنگین نباشه ولی برخلاف توسعه قبلی که ما میگفتیم که دسترسی به پول ارزون بسیار, بسیار بسیار کار مناسب و درستی هست امروز توصیه من این هستش که این رو باید بسیار هوشیارانه و با درایت و با حساب کتاب کامل انجام بدید که با ریسک بس مثل بسیاری از همیهنان با ریش که از دست دادن همون دارایی هایی که میخواستید به یه جای سیفتر و بقول معروف با بیمه بیشتری تبدیل کنید و انتقال بدید مواجه نشید و اونها رو از دست ندید این بحث بسیاری از همیهنانی که تو این قضیه محاسبات درست انجام ندادن دچار مشکل شدن و بسیاری از اموالشون رو از دست دادن من توصیه قوی دارم که نسبت به این قضیه بررسی بهتری انجام بدن و قدم های بهتری رو تو تصمیم بیرونشون بردارن تا برنامه های بعدی سپاس گذارم از توجه شما